خدمت همه شما بینندگان نهایت گرامی. خوش آمدید به برنامه سلامت این هفته از تلویزیون جهانی معراج. در زمان تولد، زردی نوزادی یک پدیده شایع است که ممکن است برای والدین نگران کننده باشد. در برنامه سلامت این هفته به موضوع زردی نوزادان و همچنان تمام جنبه‌های مرتبط به این بیماری در بخش‌های مختلف خواهیم پرداخت. اما در ابتدا بسته معلوماتی که توسط همکارانمان آماده شده را با هم می‌بینیم. در ادامه برنامه با ما همراه باشید. زردی نوزادی. اکثرا نوزادان در چند روز اول زندگی خود زرد می شوند. البته احتمال وقوع این عارضه در نوزادان نارس بیش از نوزادان رسیده است. اولین جایی که زردی در آن مشاهده می شود چشم نوزاد است. به تدریج سینه، شکم و پاهای نوزاد نیز ممکن است زرد شوند. هر نوزادی که زرد می شود، حتی اگر حال عمومی او خوب باشد، باید در اولین فرصت توسط دکتر معاینه شود. زیرا زردی شدید ممکن است باعث عقب ماندگی ذهنی و حتی مرگ نوزاد شود. 60% نوزادان رسیده، روز دوم یا روز سوم پس از تولد دچار زردی می شوند که پس از یک هفته زردی آنها ناپدید می شود. در 80% نوزادان نارس نیز که دچار زردی شدند پس از تولد علایم از بین می روند. بسیار مهم است بدانید که بیتوجهی به زردی در نوزاد ممکن است خطرناک باشد. چرا که اگر سطح بیلیروبین خون بالا باقی بماند و درمان نشود باعث آسیب مغزی می شود که مشکلات جدی مادام العمری مانند ناشنوایی، عقب ماندگی ذهنی یا فلج مغزی را به دنبال دارد. در اثر افزایش بیلیروبین غیر مستقیم، این ماده می تواند وارد مغز شود و در آن رسوب کند. این شرایط می تواند منجر به عقب ماندگی مغزی حاد ناشی از بیلیروبین در مغز شود. بیلیروبین برای سلول‌های مغزی سمی بوده و می‌تواند منجر به واکنش‌های التهابی و تخریب سلول‌های عصبی شود. سلام مجدد هموطنان گرامی. ادامه برنامه سلامت هست و در برنامه امروز دکتر صاحب مجتبی یما، متخصص جراحی اطفال و نوزادان در برنامه با ما هستند و در رابطه با اینکه خود زردی نوزادان چی است و چه علت سبب ایجاد این بیماری در نزد کودکان میشه و آیا درمان دارد یا خیر، برای ما و شما بیشتر معلومات بدن. دکتر صاحب سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدین به برنامه. سلام خدمت شما و همچنین سلام خدمت همه بیننده هایی که فعلا بیننده ی رسانه هستن. خدا کنه که همه شما خوب و خوش باشین، در خدمت شما هستیم. بفرمایید. خیلی تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب، عده ای از بینندگانمان که همین اکنون ما را میبینن از پرده‌های تلویزیونشان حتما با کلمه زردی در نزد اطفال یا نوزادان آشنایی دارن و حالا از شما میشنویم که زردی نوزادی چی است و چگونه در نوزادان ایجاد میشه؟ خب مجدداً عرض سلام خدمت همه شما. زردی دوره نوزادی یکی از جمله مشکلات شایع در نزد نوزادا هست که حدوداً 60% کسایی که ولادت میشن، یعنی اطفال که ولادت میشن، مصاب به زردی هستن. که پس منان یک مریضی بسیار شایع است، یعنی از هر مادر که دو طفل به دنیا میاره یک طفل از او حتمی زردی، مصاب به زردی هست. این حال برمیگرده به اینکه زردی چی نوع هست که اکثرا، یعنی حدود 95% واقعات زردی های دوره فیزیولوژیک یا طبیعی هستن
و 5% زردی ها زردی های مرزی یا پاتولوژیک هستند که نیاز به بررسی های بیشتر داره. زردی گفتین چی هست؟ خود بخاطر از اینکه ما زردی رو بفهمیم چی هست باید یک سیکلر بدانیم از لحاظ فیزیولوژیک. ما شما در داخل خون خود حجرات داریم به نام حجرات سرخ خون، بله، یا کرویات سرخ خون میگن، یا اصطلاح دیگه از او سلول های قرمز میگن. اینا یک مدت زمان مشخص در داخل عضویت زنده هستن و فعالیت میکنن و زمانی که عمر از اینا به پایان رسید جایگزین از اینا حجرات سرخ تازه یا حجرات کرویات سرخ تازه میشه. بله. که در نزد نوزادا عمر می کرویات سرخ خون 90 روز هست که باز در نزد اشخاص کاهل 120 روز هست. بله. پس منان بنا به هر حالتی که چی دوره نوزادی باشه یا چی دوره بزرگسالی باشه وقتی که عمر کرویات سرخ تمام شد این کرویات سرخ تجزیه میشن. تجزیه شدن از اینا باعث میشه که یک مقدار از مواد مفیدی که بر عضویت مؤثریت داره و مفید است مثل آهن پس توسط عضویت جذب میشه و یک مقدار مواد زایده یا مواد بیکاره هست که باید از عضویت اطراح بشه که یک از این جمله مواد خود ماده رنگدانه صفراوی است به نام بیلروبین. بله. که از تجزیه خود کرویات سرخ خون حاصل میشه ای بعد از عضویت دفع بشه. بله. به می خاطر هست که وقتی که سطح بیلروبین که ناشی از تجزیه کرویات سرخ خون ایجاد میشه بالا میره نزد شخص زردی تحسس میکنه. بله. دقیقاً دکتر صاحب شما در گفته های خود اشاره داشتین به زردی فیزیولوژیک یا طبیعی گونه. بله. و همچنان اشاره داشتیم به پتولوژیک یا بیمارگونه که اینا میتونن انواع از زردی باشن. حالا میشه که توضیح بدین خود زردی فیزیولوژیک یا طبیعی گونه چی هست و زردی بیمارگونه یا پتولوژیک چی هست؟ همون رقم که گفتیم وقتی که عمر کرویات سرخ خون به پایان رسید بیلروبین تولید شد. این بیلروبین ما به دو شکل داریم، یک شکل مستقیم بیلروبین داریم یک شکل غیر مستقیم بیلروبین داریم. بحث ما در زردی فیزیولوژیک دوره نوزادی ارتباط بیشتر میگیره با بیلروبین اندایرکت یا غیر مستقیم. این وقتیه که کرویات سرخ تجزیه شد و بیلروبین غیر مستقیم تولید شد، اینمی بیلروبین که تولید میشه این منحل در شمع هست. بله. منحل در شمع هست با آسانی نمیتونه از طریق کلیه ها یا از طریق مواد قایته از طریق امعا دفع بشه. پس منان این بیلروبین اگر در داخل خون هم مقدار از او بالا بره خطرناک است، چون منحل در شمع است احتمال داره هر عضو حیاتی از بدن ما و شما صدمه بزنه و باعث اختلالات حتی باعث ایجاد معیوبیت ها و مرگ و میر ها بشه. پس منان ای بیلروبین غیر مستقیم یک بیلروبین خطرناک ما میتونیم بگیم که خطرناک است، به این معنا که منحل در شمع هست. ما یک مانع دموی دماغی داریم که اینمی مانع دموی دماغی برای موادی که منحل در شمع هستن اجازه عبور میده داخل بشه و برای مواد یا موادی که منحل در آب باشه اجازه عبور نمیده. اینمی بیلروبین غیر مستقیم منحل در شمع است به راحتی میتونه از این مانع یا از این پرده که بین مغز و دوران خون قرار داره به راحتی اجازه میده که بیلروبین غیر مستقیم از این مانع عبور بکنه بیا داخل مغز. وقتی که سطح از این زیاد بشه و باعث اختلالات مغزی میشه که یک سندروم کرین اکتروس سندروم میگن میسازه که یک سندروم بسیار خطرناک است که مرگ و میر بسیار زیاد داره. پس منان این بیلروبین غیر مستقیم وقتی که سطح از این در داخل خون بالا میره ناشی از تجزیه کرویات سرخ خون، این در داخل خون وقتی که میایه به خاطر از این که از امو صدمات که این میرسانه برای مغز یا برای سایر اعضا این با یک نوع پروتین که در داخل خون هست یک جای میشه که وقتی که با امو آلبومینی که در داخل پلازما است یک جای شد در حقیقت انمی بیلروبین غیر مستقیم از امو حالت خطرناک بودن خو نجات پیدا میکنه. این بیلروبین
غیر مستقیم با البوبین پلازما یک جا میشه، از طریق دوران خون میه در داخل خود کبد یا در داخل جگر ما. شما در داخل جگر این البوبین از بیلروبین غیر مستقیم جدا میشه و بعد از این بیلروبین غیر مستقیم در موجودیت یک انزایمی که در داخل جگر ما شما قرار داره و همچنین در داخل جگر نوزادا به نام گلوکورینیدال ترانسفیراز یاد میشه، با این یک جای میشه، باعث میشه که انمی بیلروبین غیر مستقیم تبدیل بشه به بیلروبین مستقیم. وقتی که بیلروبین مستقیم تبدیل شد، این بیلروبین مستقیم منحل در آب است، یعنی به راحتی میتونه بیای از طریق دوران صفراوی بیای داخل کلیه ها از به شکل ادرار دفع بشه که معمولا رنگ زرد ادرار ناشی از امی بیلروبین هست، میتونه در داخل امعا بیایه همراه با مواد قایته طرح بشه که نمی رنگ قوی که خود مواد قایته داره ناشی از امی بیلروبین هست و یک مقدارم که حدودا 18% هست یک دوران انتروهیپاتیک میگن که پس مستقیم میای از طریق امعا پس داخل دوران خون میشه و میای در داخل کبد داخل انمی سیک میشه. پس منان انمی بیلروبین غیر مستقیم به راحتی خود از او نمیتونه از عضویت طرح بشه، باید در موجودیت البومینی که در داخل خون هست بیاید در داخل کبد، در موجودیت انزایم هایی که در داخل کبد از تبدیل بشه به بیلروبین مستقیم و این بیلروبین مستقیم از عضویت طرح بشه. این حال وقت زردی در نزد نوزاد پیدا میشه چند عامل وجود داره، ما به خاطر او را به نام زردی فیزیولوژیک یاد میکنیم. یک عامل عمده و مهم از این است که همین عمر کلویات سرخ که ما قبلا بر روی از او اشاره داشتیم در نزد نوزاد نظر به یک شخص بزرگسال کوتاه‌تر است یا کمتر است. مثلا در نزد یک شخص بزرگسال 120 روز هست، اما در نزد یک نوزاد 90 روز است. پس منان هر 90 روز کرویات سرخ تجزیه میشه و از تجزیه از بیلروبین غیر مستقیم است که تولید میشه. پس منان مقدار بیلروبین زیادتر تحسوس میکنه و اینمی باعث میشه که برای مدت یک هفته الی دو هفته در نزد نوزاد یک زردی وجود داشته باشه. و عامل دیگه بحث خود عدم تکامل خود کبد هست. وقتی که یک نوزاد تولد میشه، ناقصترین عضو از او که هنوز به تکامل کامل نرسیده کبد یا جگر از او هست. پس منان همون انزایمی که نیاز است که بیلروبین غیر مستقیم به شکل مستقیم از او تبدیل شد، هنوز او هم فعال نیست که به نام گلوکورینیدال ترانسفیراز یاد میشه. پس منان وقتی که کبد ناقص باشه، هنوز تکامل خوب پیدا نکرده باشه، اینمی انزایم نمیتونه بیلروبین غیر مستقیمی که داخل کبد توسط البومین آمده ایره تبدیل بکنه به شکل مستقیم از او. پس منان یک عامل دیگه همی است که سطح بیلروبین در داخل خون در نزد نوزادا زیاد میشه. برای مدت یک هفته طول میکشه، کبد به پختگی خود میرسه بعد از ولادت، اینمی انزایم فعال میشه، اینمی پروسه پس به شکل نرمال از او درست میشه و زردی هم از نزد تف برطرف میشه. و یک عامل دیگه هم که مهم هست در زردی های فیزیولوژیک بحث همو سیستم انترو هیپاتیک سرکولیشن است که یک سیستم که از امعا پس خود مقدار بیلروبین در داخل کبد میه، یعنی حدود 18% از بیلروبین اگر ما در نظر بگیریم، وقتی که مقدار بیلروبین توسط بیلروبین مستقیم که توسط کبد از طریق چینل های صفراوی میگن داخل امعا میایه، تقریبا 80% از این که به شکل مواد قایت از همراه با مواد قایته طرح میشه، 2% از این هم در داخل سیستم بولی میشه همراه با ادرار طرح میشه و 18% از این یک سیستم انترو هیپاتیک میگن که پس از داخل امعا میره جذب میشه در داخل از طریق خون داخل خود کبد میشه. پس منان انمی سیستم هم چون زیاد هست در نزد نوزادا، یک عامل دیگه هست که میتونه باعث ایجاد زردی فیزیولوژیک بشه. اما زردی های پاتولوژیک چی است؟ زردی های پاتولوژیک زردی های است که خود کبد توانایی از این نداره که خود بیلروبین مستقیم طرح بکنه، یا مشکل در خود کبد است یا مشکل در این چینل ها یا طرق است که از کبد میاد تا به امعا میرسه یا روده ها میرسه، یعنی یک مسیر است که خود چینل های صفراوی میگیم از طریق از این صفرا میاد داخل امعا تخلیه میشه. ممکنه اون مسیرها بند باشه، ممکنه دچار اختلال باشه یا خود کبد مشکل داشته باشه که باعث ایجاد زردی های مرضی یا پاتولوژیک میشه. تشکر دکتر صاحب.
هموطنان گرامی، در بخش اول برنامه صحبت داشتیم با دکتر صاحب در رابطه به اینکه زردی در نوزادان چی هست و چگونه در یک نوزاد زردی به وجود میاد. در حال حاضر یک وقفه کوتاه داریم، در ادامه برنامه با ما همراه باشیم تا اینکه بدانیم چگونه میتونیم این زردی را در نوزادان درمان بکنیم. تغذیه مناسب برای نوزاد مبتلا به زردی. بهترین تغذیه برای نوزاد شیر مادر است، اما مادر برای اینکه شیر کافی داشته باشد باید از غذاهای پرکالوری و پر انرژی استفاده کند. شیر مادر حاوی تمام مواد غذایی مورد نیاز برای رشد و تقویت سیستم ایمنی نوزاد می باشد. همچنین شیر مادر دارای خواص ضد عفونی کننده است که می تواند به مبارزه با بیماری های نوزاد کمک کند. با این حال برخی مادران ممکن است با کمبود شیر مواجه شوند. این مشکل می تواند برای سلامت نوزاد مضر باشد. برای حل این مشکل مادران می توانند از روش های مختلفی استفاده کنند تا شیر خود را افزایش دهند. در ادامه با خوراکی های مفید برای افزایش شیر مادر آشنا می شوید. زردک. مصرف یک لیوان آب زردک در وعده صبحانه یا چاشت افزایش شگفت‌انگیزی در میزان شیر مادر خواهد داشت. مانند اسفناج، زردک کیفیت شیر مادر را بهبود می بخشد. این ماده غذایی شامل ویتامین A است که مکمل شیردهی بوده و موجب افزایش کیفیت شیر مادر می شود. شما می توانید زردک را به صورت خام، بخارپز و یا حتی پوره و یا سوپ استفاده کنید. کدو. کدو یکی از سبزی ها با مقدار مواد مغذی بالایی است. این سبزی تابستانی محتوای مقدار زیادی آب است. بنابراین در تامین آب بدن مادر در دوران شیردهی مؤثر است. همچنین کدو به افزایش مقدار شیر مادر نیز کمک می کند و هضم آن آسان است. برگ ریحان. برگ ریحان یک منبع غنی از آنتی‌اکسیدان ها می باشد. برگ ریحان اثر آرام بخشی داشته و یکی از مواد غذایی مهم برای رژیم دوران شیردهی مادران است. مصرف برگ ریحان باعث افزایش سطح ایمنی نوزاد و مادر می شود. چند برگ ریحان را در چای خود بریزید و یا آن را در آب داغ ریخته و صبح ها به صورت ناشتا استفاده کنید. اسفناج و برگ چغندر. اسفناج و برگ چغندر حاوی آهن، کلسیم و اسید فولیک است. اسفناج و برگ چغندر برای درمان مادران مبتلا به کمخونی ضروری است. این ماده غذایی در قوی تر ساختن بدن کودکان مفید است. اسفناج و برگ چغندر حاوی عوامل میکروب زدا می باشد. اسفناج حاوی مواد شیمیایی گیاهی خاصی است که می تواند به پیشگیری از سرطان پستان کمک کند. ادامه برنامه سلامت هست و گفته های خود را ادامه میدیم با دکتر صاحب مشتبه یما، متخصص جراحی اطفال و نوزادان. دکتر صاحب، حتما با این جمله آشنایی دارین که میگن وقایه بهتر از تداوی است. آیا زردی نوزادان قابل پیشگیری هست؟ یعنی قبل ای که نوزاد مبتلا بشه میتونیم که پیشگیری بکنیم یا خیر؟ نه، متاسفانه بخاطر از اینکه ما و شما وقتی که ما فیزیولوژی دوره نوزادی بخوانیم، در اکثر جاها ذکر شده که زردی دوره نوزادی حدود 60% از نوزادان را مصاب می‌سازد و یک چیز خطرناک هم نیست.
پس من این یک پروسه فیزیولوژیک یا طبیعی عضویت است که باعث ایجاد زردی میشه. از این جمله عواملی که ما پیشتر هم روی صحبت کردیم، یکی عمر کرویات سرخ بود که کمتر بود، به این خاطر کرویات سرخ زود تجزیه میشد، تجزیه از او باعث تولید بیلروبین میشد، این بیلروبین سطحش در داخل دوران خون بالا میشد و باعث زردی میشد. دیگه خود کبد یا جگر بود که تکاملش هنوز در به شکل کامل از او نشده بود، بنان عدم پختگی خود کبد عامل دیگه بود که باعث ایجاد زردی میشد. و یکم افزایش دوران روده کبدی هست یا انتروهپاتیک سرکولیشن است که اینا عوامل است که باعث ایجاد زردی میشه. پس بنان رای که ما بتانیم از زردی وقایع بکنیم نیست، مگر اینکه در قسمت عواملی که باعث ایجاد زردی های پاتولوژیک میشه که یک از این جمله عوامل مثلا میتونه بحث انتانات باشه، خصوصا انتانات که مادر در دوره بارداری خوب مصابه از اونا میشه یا در زمان ولادت طفل ممکنه مصابه از او بشه. این عوامل هست که اگر ما شرایط در نظر بگیریم که مصابه او انتانات نشیم، احتمال داره که ما از زردی های پاتولوژیک جلوگیری بکنیم، در حال که زردی های فیزیولوژیک اجرای واقعی نداره. طبیعی هستن بله و ممکنه بیشتر اتفاق افتن و شایع هم هستن. خب یعنی که تغذیه مادر یا خود مادر هم میتونه سهمی در وجود زردی های پاتولوژیک یا بیمارگونه داشته باشه؟ بله بله حتما. یک از عوامل پاتولوژیک یا اسباب پاتولوژیک که باعث ایجاد زردی در نزد نوزاد میشه، یعنی انتانات دوره حاملگی خصوصا به نام ترش یاد میشه که چندین انتان یا میکروب یا مرض هست که میتونه باعث ایجاد از این بشه. پس منان مادر وقتی که مصاب از این مریضی میشه، اگر زود خود تداوی نکنه یا در مقابل از این انتانات وقایع نشه، این میتونه طفل که به دنیا میاره مصاب زردی های پاتولوژیک باشه که بازو نیاز به بررسی داره. یا ولادت مادر در یک محیط غیر صحیح و غیر استاندارد باشه یا توسط یک فرد غیر مسلکی صورت بگیره که زمینه بره انتقال میکروب به داخل رحم در نزد مادر قبل از ولادت یا بعد از ولادت انتقال میکروب در نزد نوزاد زیاد بکنه، یا سامان و وسایل که در محیطی که مادر ولادت میکنه منتن باشه یا پاک نباشه، این باعث میشه که وقتی که به طفل تماس میشه باعث اختلالات انتانی یا میکروبی شدن خود جریان خون در نزد نوزاد باشه و این عاملیه که میتونه باعث ایجاد زردی داره نوزادی باشه. طبیعتاً دکتر صاحب هر بیماری یک راه درمان داره و خود زردی نوزادی هم از این قاعده مستثنا نیست. ما چگونه میتونیم که زردی نوزادی را درمان بکنیم، یعنی که نجات پیدا بکنن نوزادان؟ زردی ها همون رقم که ما شما پیشتر گفتیم به دو شکل تقسیم کردیم، زردی های فیزیولوژیک هست و زردی های پاتولوژیک هست. قبل از اینکه ما بریم به درمان، از اینکه چگونه درمان میشه، اول ما باید تشخیص بکنیم که این زردی های زردی فیزیولوژیک هست یا زردی پاتولوژیک. در زردی های فیزیولوژیک معمولا در 24 ساعت اول که طفل تولد میشه هیچ نوع حکایت مادر یا پدر یا فامیل طفل از زردی فرزند خود ندارن. پس منان بعد از 24 ساعت اول زردی در نزد شخص تحسس میکنه که معمولا در روز سوم الى روز پنجم به اوج خود میرسه. بعد آیسای سه زردی کم میشه و کم میشه، بالاخره تا دو هفته در نزد اطفال که به ترم تولد شدن یا به وقت معینه خود تولد شدن تا دو هفته طول میکشه. اما در نزد اطفالی که پری مچور هستن یا قبل از وقت به دنیا آمدن، احتمال داره زردی در نزد از اینا تا به سه هفته هم دوام بکنه که علتی اونمو عدم تکامل خود کبد هست. پس منان یک مشخصه واضح زردی های فیزیولوژیک هست. دیگه عامل از اون میتونه خود معاینات تشخیصیه باشه که ما بتونیم تشخیص بکنیم که زردی یا به شکل فیزیولوژیک هست یا به شکل پاتولوژیک، که در معاینه خون وقتی که ما برای مریض بدیم معلوم میشه که مثلا سطح این دایرکت بیلروبین بالا هست یا سطح دایرکت بیلروبین بالا هست. اگر سطح این دایرکت بیلروبین بالا بود، نشان دهنده است که پروسه فیزیولوژیک هست. اگر سطح دایرکت بیلروبین در نزد شخص بالا بود، بازو
نشان دهنده یک پروسه پاتولوژیک است. پس بنابراین وقتی که ما تشخیص کردیم که زردی فیزیولوژیک است، نیاز به هیچ نوع درمان نیست، خود به خود زردی خوب میشه. بله. یعنی انتظار بکشیم تا به 2 هفته، مگر اینکه در حالاتی که طفل سطح بیلروبین این دایرکت در نزد از او بسیار بالا باشه که این باعث بشه که طفل خواب راحت نداشته باشه، شیر درست نخوره، بالاخره ناآرومی داشته باشه، که در او حالات معمولا از لحاظ درجه بندی زردی طفل یا نوزاد در درجه 4 یا 5 قرار میگیره، که خوب است در اینجا درجه های زردی هم به شکل راحت خود فامیل ها بدانن و خود از اینا بفهمن که این زردی از اینا چقدر مهم است، آیا اگر فیزیولوژیک هم از مهم هست یا نیست. زردی ها معمولا به 5 شکل است. یک زردی های درجه اول هست که تنها قسمت وجه تا به قسمت های اون زردی میبینن خود فامیل ها. درجه یک است. در درجه 2 قسمت های قدام صد و قسمت های اپر ابدومین میگن، یا قسمت های بالای شکم هم مصاب به زردی میشه، دیگه قسمت ها کلش نرمال هست. در درجه 3 قسمت های بد تا قسمت های رانه ها هم مصاب به زردی میشه. در درجه 4 خود تا پاها و دستا اینا هم مصاب به زردی میشه، که ما رنگ زرد در جلد و قسمت هایی که مخاط است مثلا داخل چشم، داخل دهن رنگ زرد میبینیم. این درجه 4 میشه. و درجه 5 همین کف دستا و کف پاها هم وقتی که ما مشاهده بکنیم زردی نمایان شده یا دیده میشه، که این درجه 5 است. تنها زردی های فیزیولوژیک که در درجه 4 و درجه 5 قرار داشته باشن، یعنی کل بدن نوزاد زرد باشه، در این حالات نیاز از زردی فیزیولوژیک تحت تداوی قرار بگیره، که بهترین تداوی برای از اینا استفاده از فوتوتراپی یا نور درمانی هست. بله. که در داخل یک گهواره یا در داخل یک اینکوباتور یک لایت آبی هست، او لایت آبی میتابه بر روی جلد، البته او هم از خود شرایط داره، اونمون نور آبی باعث میشه که بیلروبین غیر مستقیم کمک بکنه که به بیلروبین دایرکت یا مستقیم تبدیل بشه. یعنی کار کوادر میکنه تقریبا، چون کواد به حالت پختگی خود نرسیده. پس منان اینومی کار میکنه میشه که زردی نوزاد خوب میشه، که در زردی های فیزیولوژیک است، که در این حالت هم معمولا در مراکز صحی انجام میشه، که باید اکثر پرسنل صحی میدانن که چشمای نوزاد چون در مرز از این نور باشد آسیب میبینه، باید توسط یک تکه نرم به حالت بسته شود که نخ زیاد سفت باشه و نیان زیاد شل، و همچنین نوعی تناسلی باید پوشانیده بشه که آسیب های نبینه، وضعیت مریض باید تغییر بخوره. در زمان شیردهی باید مادر طفل خود از دستگاه بکشه و شیر بده، چشمای مریض رو باز بکنه تا اینکه در مقابل عکسات رفلکسی چشمی حساسیت نشان نداده باشه و بالاخره یک رفلکس های طبیعی ایجاد بشه نزد از این زردی های فیزیولوژیک است. اما برمیگردیم به اینکه اگر در مقابل این نور درمانی یا فوتوتراپی که انجام دادیم باز هم در ظرف 2 روز 3 روز هیچ تغییر در ظاهر مریض و همچنین در معاینات تشخیصی ایجاد نشود، بس دیگه ممکنه که دکتر پیشنهاد بکنه که باید خون مریض چنج بشه، که اون بنام بلد ترانسفیوژن یاد میکنن، که تحت شرایط خاص خون نوزاد از یک طرف کشیده میشه و از طرف دیگه خون برش داده میشه، چون همی بیلروبین غیر مستقیم در داخل دوران خون است، این تر میشه، خون تازه برش داده میشه و زردی مریض کم میشه. در زردی های فیزیولوژی برمیگردم به اینکه زردی های پاتولوژیک، اول از اینکه چی رقم تشخیص میشه، باز چی رقم درمان میشه. بله، در زردی های پاتولوژیک ما و شما اگر بخوایم دقیق تر تشخیص بکنیم، اول اونا عواملی که مربوط به خود کبد میشه اونا رو باید بررسی بکنیم، و اگر کدام مشکل در خود کبد یا جگر وجود نداشت، برمیگردیم که مشکل در خود قسمت های پست هیپاتیک یا بعد کبدی میگن یا پس کبدی میگن، یعنی بعد از کبد طرق صفراوی هست. به شکل خلاصه بگیم که اونا مشکل داره، یعنی حتما مشکل یا در خود کبد است یا در طرق یا مسیرهایی که صفرا را انتقال میدن، در این 2 مسیر هست. پس منان به خاطر انجام از این کار ممکنه که دکتر اول معاینات خون بده، در معاینات خون تشخیص میشه که سطح دایرکت بیلروبین در نزد شخص بالا هست،
همزمان وقتی که معاینه فیزیکی میکنه دکتر خود کبد یا مو جگر و همچنین تحال یا مو سپرز که ما شما به اصطلاح آن بو میگین اندازش از حد نرمال خوب بزرگتر شده، میتونه نشاندهنده یک بحث تشخیصیه باشه. معاینات پیشرفته تر از اون میتونه یک اولتراسان باشه و اگر ما مشکوک باشیم که مشکلات بعد کبدی وجود داره، احتمال داره بعض از معاینات پیشرفته تر مثل سی تی اسکن ما برای مریض توصیه بکنیم تا اینکه سی تی اسکن تشخیص بکنه که مشکل در کدام قسمت طرق صفراوی هست. وقتی که بنا به هر دلیل تشخیص شد، علت از این باز مطابق به همو که پاتولوژی یا مرض در کدام قسمت قرار داره مطابق به ازو تداوی میشه. بله. و عوامل پاتولوژیک گفتیم میتونه خونریزی های داخل مغزی باشه یا مشکلات خونی باشه که خون خودش زود زود لایز بشه و باعث افزایش بیلروبین میشه، میتونه انتانات باشه، میتونه انسدادها یا پروسه های پاتولوژیک ولدی باشه. بله. عاملش که تشخیص و تداوی بر اساس از او صورت میگیره. دکتر صاحب جهان، سپاس از حضور شما در برنامه و تشکر ویژه داریم از حامی برنامه سلامت شفاخانه افغان آریا. و در اخیر شما را دعوت میکنم به تماشای جدیدترین روش های درمانی زردی در نزد نوزادان. با دیدن این بخش برنامه سلامت هم به پایان میرسه و ناگزیر به خداحافظی با شما هستین و ناگفته نماند که چینل یوتیوب شبکه جهانی معراج همچنان در خدمت شما گرامیان قرار داره. میتونین که سابسکرایب بکنین، اگر نظری پیشنهاد انتقاد دارین با ما در میان بگذارین و خداوند نگهدار همه تان تا برنامه دیگر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که پیشتر گفتیم که در قسمت زردی دوره فیزیولوژیک در صورتی که سطح زردی اندایرکت یا اندایرکت بیلروبین بیشتر از 20 میلی گرم در دسیلیتر باشه، یک از راه‌های تداوی از او یعنی بس فوتوتراپی هست یا نور درمانی است که در که شما مشاهده میکنیم مریض دو روز پیش مریض به لوحه اندایرکت بیلروبین یا زردی دوره نوزدی و شفاخانه مراجعه کرده بود. بعد از اینکه معاینات خون نزدش انجام شد دیدیم که سطح اندایرکت بیلروبین 23 میلی گرم در دیسی لیتر است. بنابراین مریض ما فورا به خاطر عوارض جانبی خود بیلروبین کاندید به فوتوتراپی یا نور درمانی کردیم که روز بعدی سطح معاینه اندایرکت بیلروبین مریض 19 میلی گرم در دیسی لیتر شد و امروز که روز دوم است خوشبختانه معاینه خونی که نزد مریض شده سطح بیلروبین اندایرکت 13 میلی گرم در دیسی لیتر راپور داده که به این معناست که مریض خوب شده و دیگه نیاز نیست که فوتوتراپی یا نور درمانی ما ادامه بدیم. به مو اساس امروز ما مریض را از فوتوتراپی میکشیم و در بستر مناسب از او قرار میدیم و بقیه ادامه تداوی خود در بستر عکس میکنه و همونطور که شما مشاهده میکنیم شرایط داره فوتوتراپی یا نور درمانی که وقتی که مریض داخل دستگاه گذاشته میشه مریض باید کلا برهنه باشه، تنها چشمای از توسط یک چشمان یا یک دستمال نرم که نه بسیار محکم و نه بسیار سست باشه بسته شوه، چون این نور برای خود چشما هم اثرات سو داره، باعث تخریب خود چشما نشه یا آسیب به چشما نشه و همچنین نوای تناسلی هم توسط پمپاز یا یک دستمال یا یک گاز میتونیم نظر به شرایط استفاده بکنیم که نوای تناسلی آسیب نرسانه. و زمانی که مریض داخل دستگاه گذاشته میشه پایواز مریض را ما میگیم، در صورتی که مشاهده کرد که کدام تغییر جلدی یا اختلالات جلدی در جلد مریض پیدا شد دکتر گزارش بده، در صورتی که نیاز به شیر داره طفل از او باید صدا بزنه که نرس مربوطه ما بیایه و طفل را از دستگاه بکشه و بر مادر بده، در بستر مادر شیر برای از او بده و مقدار شیر بر مادر باید توضیح بدیم که شیر زیادتر برای طفل بده و دفعات شیردهی هم زیادتر بکنه، به خاطر از اینکه مریضایی که داخل دستگاه فوتوتراپی یا نور درمانی قرار میگیرن مقدار مایات وجود خود بیشتر از دست میدن، بنابراین نیاز است که این مقدار مایات از طریق شیر مادر اخذ بکنن و به همون ترتیب در صورتی که کدام تغییر دیگه در نوای تناسلی نزد مریض دیده شد، در نوای چشما دیده شد، باید دکتر گزارش بده تا اینکه به زودی به او رسیدگی بشه.
اینمی بحث دستگاه فوتوتراپی یا نوردرمانی بود که خدمت شما توضیحات ارائه شد. تعویض خون یا اکسچنج. تعویض خون یا جایگزینی تمام حجرات سرخ خون و پلازمای طفل دچار به زردی زمانی صورت می‌گیرد که فوتوتراپی در بیمار مؤثر نباشد. در واقع زمانی که بیلیروبین غیر مستقیم در طفل دچار زردی پایین نشود، بهترین گزینه برای درمان آن اکسچنج یا تعویض خون است. جایگزینی خون غالباً از طریق یک لوله نازک وریدی در ناف کودک انجام می شود. تعویض خون در برخی از نوزادان دچار زردی که وزن آن کمتر از 2.5 کیلوگرم باشند و یا طفل نارس باشد، ممکن است عوارضی را در پی داشته باشد. این برنامه از طرف شفاخانگی افغان آریا، ارائه کننده خدمات صحی با کیفیت عالی، برای شما تقدیم شد.